سرخط خبرهای مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر طالبان در میدان بردک و بررسی واکنش‌ها و عواقب ممکن. افزایش نگرانی‌ها از فعالیت گسترده جنگجویان خارجی و افراد مرتبط به شبکه القاعده در صفوف طالبان در ولایت غزنی. و در یک نظرسنجی تازه، اکثر آمریکایی‌ها گفتند که حتی در صورت برنده نشدن کاندید مورد نظرشان، نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را خواهند پذیرفت. سلام، با تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. دوستا، امروز دوشنبه و یا همین شب دوشنبه 26 ماه اکتبر سال 2020 است. این برنامه در صفحه دری صدای آمریکا در فیسبوک نیز همزمان نشر میشه. بسیار زیاد است. در برنامه امروز در کنار خبرهای مهم جهان، گزارش مهم در مورد فعالیت القاعده در مربوطات ولایت غزنی هم خواهیم داشت. همکار ما نجیب خلیل در مقابل امارات کانگرس است و تازه ترین جزئیات از تعاملات مهم در واشنگتن را با ما شریک می‌سازد. همچنان همکار ما ژیلان نوری یک رویداد بسیار مهم مجازی در مورد نقش زنان در صلح و حکومتداری افغانستان را دنبال کرده و لحظات بعد در برنامه با ما می‌باشند. اما با تازه ترین ها از افغانستان آغاز می‌کنیم. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که 4 عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت و یا هم جمهوری اسلامی افغانستان از قطر به کشور بازگشتند. وزارت دولت در امور صلح تایید کرده که سعادت منصور نادری، فوزیه کوفی، حکیم الله نقیبی و متین بیگ اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به دلیل یا هم دلایل شخصی به افغانستان بازگشتند. عزیزالله فضلی مشاور این وزارت به رادیو آزادی گفته که 4 نفر یاد شده تا چند روز دیگر به قطر باز خواهند گشت. از سوی هم سخنگوی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته که در یک حمله هوایی هدفمند شب گذشته 5 جنگجوی طالبان را در ولایت میدان بردک کشته است. با این حال برخی از آگاهان میگن که افزایش خشونت ها و جنگ ها در جریان مذاکرات صلح مردم را نسبت به این روند بی‌اعتماد ساخته. چرا بیشتر همکارم حسیب مودودی دنبال کرده و هم اکنون در برنامه با ماست. مودودی صاحب بفرمایید. با سلام بر شما. حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر جنگجویان گروه طالبان در ولایت میدان وردک در حالی صورت گرفته که دیروز زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان از افزایش خشونت‌ها ابراز نگرانی کرده و گفته بود که ایالات متحده بر دو طرف فشار وارد می‌کند تا خشونت‌ها را کاهش داده و راه صلح را بیابند. در همین حال برخی از عالمان دینی بنگلادش نیز جنگ افغانستان را حرام و در مغایرت با نصوص شرعی خواندند. در خبرنامه‌ای که وزارت خارجه افغانستان پخش کرده گفته شده که عالمان دینی بنگلادش دیروز در یک نشست در شهر داکا پایتخت آن کشور از مذاکرات صلح قطر حمایت کردند و از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواستند که برای کاهش خشونت‌ها آتش بس کنند تا اعتماد میان دو طرف برای پیشبرد مذاکرات صلح بیشتر شود. جزئیات بیشتر در گزارش. با تجدید جنگ میان نظامیان افغان و گروه طالبان، حملات نیروهای آمریکایی بار دیگر بر جنگجویان طالبان افزایش یافتند. به دنبال حملات هوایی نیروهای آمریکایی بر طالبان در ولایت‌های فرا و هلمند، دیشب 5 جنگجوی طالبان در یک حمله دیگر این نیروها در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک کشته شدند. طالبان این حمله هوایی را مخالف موافقتنامه قطر خواندند و ادعا کردند که در آن 3 کودک جان باختند. اما نیروهای آمریکایی با رد این ادعا گفتند که این حمله در مطابقت با موافقتنامه قطر و برای دفاع از نیروهای افغان انجام شده است. و اما در ادامه جنگ در جنوب افغانستان، ده ها سرباز تازه نفس قطعات خاص از ولایت کندهار به ولایت هلمند رسیدند. خانه های مردم موضع می سازند که بسیار دقت کنند در برابر به خاطر تلفات ملکی و به خاطر هموطنان ما که نشه خدای ناخواسته در بی احتیاطی و سرعت سبب ازی شود که کدام هموطن ما از دست ما متضرر شود. با آغاز مذاکرات صلح در قطر، جنگ در افغانستان به گونه کم سابقه افزایش یافته است و بخش بزرگ بار سنگین این جنگ به دوش کماندوها و نیروهای هوایی افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان هم گفته که تصمیم افزایش ظرفیت نیروهای هوایی افغان یک تصمیم درست بوده که 6 سال پیش گرفته شد.
شش سال پیش باید تان از کوه هوایی با چند هلیکوپتر معدود M35 و M17 معدود بود. چند نفر در وقت وجود داشت که سیستمای ناتو را بفهمه. یکی از تصامیمه که ما با افتخار همیشه تا آخری لحظه سرش افتخار خواد کردم ای بود که تصمیم گرفتم که قوای هوایی افغانستان سه چند ازدیاد پیدا کنه و امروز ثمرش شماست. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حملات قوای هوایی افغان 26 طالب در ولسوالی های سیدآباد و نرخ ولایت میدان وردک کشته شدند. در این میان برخی از آگاهان میگویند که افزایش جنگ در جریان مذاکرات صلح مردم را نسبت به این مذاکرات به اعتماد ساخته است. مردم نسبت به صلح، نسبت به میروند کاملا اعتماد خود را از دست داده و کدام موردی که اعتماد ببخشه و یا هم مسیر صلح را مشخص بسازه تا عالی نیست، کدام روشنی وجود نداره. خواست ما از طرف های درگیر همیست که صلح باید در اولویت قرار بده. هم بدون صلح رای حل در افغانستان وجود نداره. اما با گذشت حدود 50 روز از آغاز مذاکرات صلح در قطر، این مذاکرات پیشرفتی که سبب توقف جنگ و یا کاهش خشونت‌ها شود نداشته است. اما دامنه جنگ آنچنان گسترده شده که سازمان عفو بین الملل اکتبر را مرگبارترین ماه برای غیر نظامیان عنوان کرده است. سید حسیب مدودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. کریس میلر، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم در ایالات متحده، کشته شدن ابو محسن المصری، فرد شماره دوی شبکه القاعده را شکست بزرگ برای این شبکه خوانده و گفته که شبکه القاعده ضربات سخت و پیهمه از سوی ایالات متحده و متحدین آن متقبل شده است. سوی هم ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دیروز در اعلامیه گفت که المصری در ولسوالی اندړ غزنی در جریان عملیات خاص نیروهای امنیت ملی کشته شده است. طبق این اعلامیه المصری با القاعده و شبکه حقانی روابط نزدیک داشت و جنگجویان آنها را تنبیل میکرد. محمد آصف حسینی، خبرنگار تلویزیون آشنا، جزئیات بیشتر را از ولایت غزنی دنبال کرده و در برنامه با ماست. آقای حسینی بفرمایید. پس از او که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که یک از اعضای برجسته گروه القاعده در ولسوالی اندړ غزنی در یک عملیات نظامی کشته شده، حالا این بحث مطرح است که جنگجویان القاعده در خاک افغانستان حضور دارد و روابطشان همچنان با طالبان پابرجا است. ما در این زمینه گزارش را ساختیم که با هم میبینیم. آژانس خبری رویترز گزارش کرده است که کریس میلر، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم در آمریکا، کشته شدن ابو محسن المصری را شکست بزرگ برای القاعده خوانده و گفته این شبکه از سوی ایالات متحده و متحدانش ضربات سخت و پیهمه را متقبل شده است. با چند روز تاخیر اینجا در غزنی نیز جدیداً مقام‌های محلی تایید کرده است که یک از اعضای برجسته القاعده و یک سرگروپ طالبان و چند فرد مسلح دیگر در عملیات نیروهای امنیتی در روستای کنسف ولسوالی اندر غزنی کشته شدند. سخنگوی والی غزنی میگوید این عملیات مستقیما از کابل اجرا شده و از جزئیات آن تا حالا اداره محلی غزنی اطلاعات کافی را ندارد. بعدا مخالفین مسلح در ساحه آمدن و تا یک روز قریه را در محاصره داشتند. از این معلوم می شود که ابو محسن المصری در غزنی کشته شده است و یک سرگروه طالبان به نام عمران حنزله و چندین طالب دیگر هم کشته شدند. عمران حنزله په نامو باندې ده حمله منځته للی ده او دین نور وسله والا تم مرګ جوړ لاوه. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز با نشر خبرنامه گفته است که حسام عبدالرؤوف، مشهور به ابو محسن المصری، از رهبران ارشد القاعده که آگاهی کامل از عملیات 11 سپتامبر را داشت، در عملیات نیروهای ویژه این اداره کشته شده است. نماینده های ولسوالی اندر در شورای ولایتی غزنی میگوید مردم محل اجرای عملیات های هوایی و زمینی نیروهای امنیتی را تایید میکنند، اما در مورد اینکه کیها در جریان درگیری کشته شدند چیزی نمیدانند. به گفته این عضو شورای ولایتی، قبلا کاروان های القاعده از ولسوالی اندر به سوی دیگر مناطق غزنی رفت آمد می نمودند، اما او حضور مداوم جنگجویان این گروه را در اندر غزنی تایید نمی کند. معلومات کدیم گفتند که عبور میکردن از اندر به طرف وردک. ما معلومات مشخص ندارم، خب دم چند سالی که ما در غزنی هستیم کدام گروه مشخصه
معلومات نداریم که در غزنی باشه. همچنان نماینده های شورای ولایتی میگوید مردم روستاهایی که تحت کنترل طالبان مسلح هست از حضور وسیع جنگجویان خارجی در صفوف طالبان سخن میزنند. یو خسر تیم دی گروپ آغا خلگی او طالبان اش ورسرای سر گروپ ها خارجی ها هستند و طالبان همراهشان می باشد. اینطور افراد در قره‌باغ، گیرو و اندر زیاد دیده شده است که اردو و عربی و یا به زبانهای دیگر صحبت می کنند. طالبان مردم محل را نمی گذارند که نزدیک آنها شوند، ولی این روشن است که جنگجویان خارجی در بین آنها زیاد هستند. سوالی که اکثریت خارجی خلق بیاد چی؟ ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح اما میگوید به دلیل جنگ در ساحه ضرورت به وقت بیشتری برای تحقیق در این زمینه دارند و بعداً یافته هایشان را شریک می کنند. سخنگوی والی غزنی میگوید ابو محسن المصری برای طالبان در بخش پهپادهای بی‌سرنشین و لوجستیک همکاری می‌نمود. او همچنان بیان داشت که طالبان و القاعده تا حالا هم هماهنگ و مشترک برخی عملیات‌هایشان را در غزنی اجرا می‌کنند و هیچ تغییری در روابط آنان دیده نشده است. یک تن از فعالان حقوق زنان افغان در اروپا میگوید که هیچ کس نمی‌تواند اراده استخبارات منطقه را بر مردم افغانستان و بخصوص زنان افغان تحمیل کند. شفیق رزمنده رئیس بنیاد همایش زنان افغانستان در اروپا در مصاحبه با همکارم نجیب خلیل گفت در زمان حاکم طالبان افغانستان به زندان برای زنان مبدل شده بود و آن دوران نباید دوباره برای زنان افغان تکرار شود. شرح بیشتر صحبت های خانم رزمنده در این مصاحبه. اخیراً گرد همایی یا کنفرانس در هلند دایر شد که شما یکی از اعضای برجسته بودید که در اوجا سخنرانی کردین. لطفاً یک مختصراً در مورد از این کنفرانس برای ما معلومات بدین که روی چی هدف بود؟ چند قبل ما اجماع زنان را بنابرای دعوت اتحاد زنان مبارز افغانستان در هلند تدویر کردیم. تدویر شد که من که از شرکت کننده ها بودم و با یک تعداد از اعضای هیئت مدیره همایش اروپای زنان افغانستان در کاری اجماع حضور به هم رسانیدیم و در رابطه با موقف ما و تدابیر ما برای حفظ و دفاع از دستاوردهای ما تبادل نظر کردیم. در قسمت حفظ حقوق و دستاوردهای زنان افغانستان شما اشاره کردین، البته حکومت افغانستان و همچنان جامعه جهانی متعهد هستند که باید حفظ شود حقوق و دستاوردهای زنان. خود زنان افغان در ایالت چی میتونن بکنن؟ اونا نقششان چی است؟ چی میتونه باشه؟ چی کنن ای وقت؟ بله، خب قبل از همه میخوایم اتو شروع کنم با اتو پاسخ بتم با سوال شما که دولت نظام به حیث مدیر جامعه مکلف است که از حقوق شهروندا بر تامین و تامین حقوق شهروندا من جمله زنا که اونا هم شهروند تامل حقوق یک جامعه هستن تدابیر خود داشته باشه و دفاع از حقوق شهروندی زنان را در آجندای بزرگ ملی مطرح بکنه. این وظیفه دولت است که متاسفانه در دولت‌های اخیر در زمینه هم لنگیدن. از یک طرف، از طرف دیگه ما به یقین هستم که زنان به حیث یک نیروی بالقوه، به حیث یک ظرفیت بزرگ، نصف جامعه خودشون به حیث یک فاکتور آگاه و یک فشار مدنی، به حیث یک نیروی فشار مدنی میتونن در تحقق حقوق خود، در بهبود وضعیت خود، در حضور فعالانه و مشارکت وسیع خود در جامعه نقش وسیع فعال داشته باشند. خب یقین بر عزیز مسئله بسترسازی های لازم باید از جانب دولت، از جانب نظام حاکم صورت بگیره، ولی در هر صورت تشکل زنها، انسجام فکری، حرکت واحدشان، حرکت جنبش مستقل زنها در دفاع از حقوق حقیقی خود زنها یک نیروی بالقوه و یک نیروی قوی و یک فاکتور آگاه موثر میتونه باشه. شما رئیس همایش اروپایی زنای افغانستان هستین. با اکثریت زنای افغانستان که صحبت میکنم اینا نگرانی دارن که مبادا اینمی حقوق دستاوردهای زنا قربانی معاملات سیاسی شوه. آیا این نگرانی پیش شما و زنایی که در افغان زنای افغان که در اروپا هستن موجود است؟ دقیقاً ما متاسفانه همه دوره حاکمیت امارت طالبانی را تجربه کردیم. ما در داخل افغانستان بودم همراه با دیگر جنس‌های خود. عملا افغانستان جغرافیای کشور ما به زندان وسیع و بزرگ
بر زنای افغانستان تبدیل شده بود. ما یک اپارتاید و بهتر بگویم جنوسید جنسی را تجربه کردیم. زنا از کوچکترین حق انسانی خود محروم شده بودند. نه تنها به حاشیه رانده شدند، بلکه کاملا از حضور در اجتماع، از مشارکت در اجتماع، به حیث شهروندا، به حیث اتباعی کشور حذف شده بودند. به او خاطر ما او دوران یک دوران عمق یک تراژدی می دانیم. تراژدی تاریخ معاصر کشور ما. ما هیچ بدیل دیگر نداریم به جز ازی که در یک صف واحد به حیث یک حصار قوی و غیر قابل عبور متشکل شویم و یک فشار بزرگ مدنی را، یک جنبش مقاومت مدنی را تشکیل بتیم تا ما به حالت قبلی برگردانده نشیم. طالبان میگن که دستاوردهای زنها یا هر چی که از حقوقشان باید به اساس ارزش‌های اسلامی باشد. آیا دستاوردهای زنها افغانستان به اساس ارزش‌های اسلامی است؟ در این رابطه خب یک بحث بسیار بزرگ است و ما حاضر هستیم در این بحث پای بحث بشینیم. زنای افغانستان دیگه از حقوق شرعی و مدنی خود آگاه هستند. حال کسی نمیتونه ارادی سازمانهای جاسوسی منطقه و ارادی خارجی ها و دیگرها را به نام شریعت بالای ما تحمیل بکنه. منتها مشکل ما در این است که تفسیر و تعبیری را که طالبا از حقوق شرعی زنا دارن یک تفسیر بسیار خاص و خیلی مخصوص به خودشان است که بسیار مطابقت با اسلام نداره. ما همه الحمدلله مسلمان هستیم، کشور اسلامی و در قوانین اسلامی جاری است. مجلس سنای کنگرس ایالات متحده آمریکا در این هفته احتمالا نامزد رئیس جمهور دونالد ترامپ را برای کرسی محکمه عالی تایید کند. این در حالی است که توجه مردم آمریکا با آخرین هفته مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هم معطوف است. همکار ما نجیب خلیل در آغاز دیدن که تازه‌ترین تحولات اخیر در رابطه انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده را دنبال کرده و هم اکنون از مقابل عمارت کنگرس ایالات متحده با ماست. نجیب جان، هوا سرد معلوم میشه. سلام دوباره، خسته مانده نباشین. چه جزئیات تازه را دنبال میکنید؟ تشکر سیار جان، سلام به شما. بله، خب هفته آخر است، یک هفته باقی مانده و مبارزات انتخاباتی بسیار به شدت جریان داره. نظرسنجی های اخیر نشان میده که جو بایدن کاندید حزب دموکرات سبقت داره، اما در ایالت های کلیدی 13 ایالت کلیدی است که اینا میتونن سرنوشت ساز باشن و الکتورال ووتشون یا رای انتخاباتیشان بیشتر است. در این ایالت ها مثل پنسیلوانیا، مثل فلوریدا، ویسکانسن، میزوری، این ایالت ها رئیس جمهور ترامپ و آقای بایدن بسیار رقابتشان تنگا تنگ است، یعنی بسیار نزدیک هستند که تفاوت بسیار زیاد وجود ندارد. خب بدون شک جمهوری خواها برای رئیس جمهور ترامپ رای میتن و دموکرات ها برای جو بایدن، اما فعلا تلاش بسیار جدی به این سرازی جریان داره که کسایی که هنوز تصمیم نگرفتن که به کدام طرف رای بدن، که اونا را undecided voters میگن، توجه از اینا را جلب کنه و اینا را جلب و جذب کنه، به اصطلاح آرای از اینا را به دست بیاره. گزارش تهیه شده در این مورد که توجه بیننده محترم جلب میکنم. فکر میکنم گزارش شما آماده نیست نجیب جان. آواز مرا میشنوید؟ آواز شما را میشنوم، بله. ما در آغاز هم از شما پرسان کردم که هوا سرد است. برای بیننده ها میگیم که اینجا روز است به وقت واشنگتن، هوا سرد است و از چهره زایری نجیب جان معلوم میشه که پیش از اینکه ما به استودیو بیم هوا سردتر شده. تا ای که گزارش شما آماده میشه ما به اخبار ادامه میتیم، اخبار خود ادامه میتیم، با امید از اینکه همکارای تکنیکی بتونن گزارش شما را آماده بسازن. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده امروز دوشنبه به دهلی جدید پایتخت هند رسید. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا نیز در این سفر آقای اسپر را همراهی میکنه. این دو مقام آمریکایی قرار است با مقام های هندی در مورد روابط دو جانبه میان دو کشور گفتگو کنند. راجنات سینگ وزیر دفاع هند از این دو مقام آمریکایی استقبال کرد و ملاقات های رسمی مقام های دو کشور قرار است
فردا سه‌شنبه آغاز شود. انتظار می‌رود که موضوعات دو جانبه و موضوعات منطقه و ممکن پروسه صلح افغانستان نیز در این صحبت‌ها مطرح شود. در کشور گینه مظاهرات در مخالفت با نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری این کشور که نشان می‌دهد آلفا کوندا رئیس جمهور این کشور برای سومین بار در این مقام باقی بخواهد ماند ادامه دارد. با گزارش در این باره توجه می‌کنیم. کمیته انتخابات گینه اعلام کرده که نتایج اولیه نشان می‌دهد که آلفا کوندا رئیس جمهور این کشور در انتخابات ریاست جمهوری که 18 اکتبر برگزار شد برنده شده است و برای سومین دوره در این مقام باقی خواهد ماند. سیلو دالن دیالو رهبر مخالفان حتی قبل از اعلام این نتایج آن را تقلبی خوانده و خود را برنده این انتخابات اعلام کرده است. اقدامی که موجب مظاهرات و درگیری در جاده های این کشور گردیده و به کشته شدن حداقل 10 نفر انجامیده است. فعالین مخالف حکومت گینه می گویند که آنها به مظاهره علیه رئیس جمهور این کشور ادامه خواهند داد. ما از نظر ذهنی آماده ایم، زیرا ما درک کردیم که با یک دیکتاتور روبرو هستیم. برای همین ما از نظر روحی آماده ایم تا بازداشت شویم، خشونت را تجربه کنیم و یا حتی کشته شویم. طرفداران رئیس جمهور کنده میگویند شرکت در انتخابات برای سومین بار بر اساس همه‌پرسی که در ماه مارس صورت گرفت جنبه قانونی دارد. با این حال مخام‌های این کشور منتقدین این همه‌پرسی از جمله عمر سیلا را زندانی کردند. آقای سیلا از زندان از طریق تلفن دلیل دستگیری خود را چنین بیان کرد. من صرفاً به این دلیل در زندان هستم که علیه تصمیم رئیس جمهور کنده اعتراض کردم، زیرا او میخواست برای سومین بار خود را کاندید ریاست جمهوری کند و این برخلاف قانون اساسی ما است. یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، درگیری میان نیروهای امنیتی و اتحادیه نیروهای دموکراتیک گینه که متعلق به رهبر مخالفان است رخ داد. سازمان عفو بین الملل میگوید که امسال 10 مظاهره کننده در درگیری های مربوط به انتخابات کشته و زخمی شدند، اما هیچ کدام از نیروهای امنیتی در این کشور مسئول قرار نگرفته است. گفته می شود که با توجه به اینکه هیچ کدام از طرف های دخیل در این انتخابات قصد کوتاه آمدن ندارند، این کشور شاهد مظاهرات و درگیری های بیشتر در روزهای آینده خواهد بود. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. با حال هم گزارشی که تازه ترین تحولات واشنگتن را دنبال کرده آماده است و همکارای تکنیکی او را نشر باید بکنن. قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در تاریخ 3 ماه نوامبر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمالاً شاهد پیروزی در یک مورد خواهد بود. انتظار می‌رود جمهوری خواهان مجلس سنا قاضی ایمی کونی باریت انتخاب آقای ترامپ را به عنوان قاضی بعدی محکمه عالی ایالات متحده تایید کنند. دموکرات‌ها اعتراض کردند که پروسه این نامزدی در حالی که نزدیک به روز انتخابات است نباید به پیش برود. رأی سنا در حال صورت می‌گیرد که جو بایدن، معاون رئیس جمهور سابق و یک دموکرات، در اکثر نظرسنجی‌های سراسری برای ریاست جمهوری سبقت دارد. اما این مبارزات در ایالت‌های مهم و سرنوشت‌ساز بسیار نزدیک است. یک مسئله در ذهن بسیاری از رأی دهندگان چگونگی رسیدگی به شیوع ویروس کرونا است. معاون رئیس جمهور مایک پنس گفت که علی‌رغم مثبت بودن نتایج آزمایش همکارانش به ویروس کرونا، این هفته نیز به مبارزات خود ادامه خواهد داد. کریس کریستی، والی سابق نیوجرسی که اخیراً آزمایش مثبت کرونا داشت و در شفاخانه بستری شد، میگوید این مسئله برای رئیس جمهور ترامپ آزمون برانگیز بود. اگر به نظر برسد که خوب پیش می رود و در حال کاهش است، اعتبار کسب خواهید کرد، وگرنه شما مقصر پنداشته می شوید. من فکر می کنم این تنها مشکل ترین مسئله برای دونالد ترامپ در 4 سال گذشته بوده و شاید سرنوشت ساز برای انتخابات باشد. خواهیم دید. کمپاین های مبارزاتی هر دو کاندید در این هفته تلاش های نهایی را برای به دست آوردن قلوب و اذهان رای دهندگان انجام می دهند که هنوز تصمیم نگرفتند به کدام کاندید رای دهند. رام امانوئل، والی سابق دموکرات شیکاگو و رئیس دفتر پیشین رئیس جمهور باراک اوباما می گوید: فکر می کنم آنچه همیشه وجود داشته است این است که دونالد ترامپ یک نقطه ثقل است. کسانی که با او اهمیت قائل
بودند رای می دهند. دموکرات هایی که طی 4 سال گذشته عصبانی بودند رای می دهند. و رای دهندگانی که جو بایدن با آنان نیاز برای پیروزی دارد در طی این 3.5-4 سال خسته شدند. آنان دونالد ترامپ را در زندگی خود نمی خواهند. در حالی که مردم برای دادن ادامه می دهند، ملت امریکا در مورد این که چه کسی رئیس جمهور بعدی ایالات متحده خواهد بود، سخت منتظر هستند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، منبع اخبار موثق و گزارش های جامع. در ادامه جمع‌آوری معتادان بی سرپناه در کابل، امروز 150 معتاد دیگر نیز از ناحیه 8 شهر جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد انتقال داده شدند. یک مقام وزارت اعتمادی افغانستان میگوید که 4 تا 6 هزار معتاد بی سرپناه در کابل بسر میبرند، اما مراکز ترک اعتیاد ظرفیت پذیرش 2 هزار معتاد را دارند. همکار ما معصومه بهار گزارش میدهد. کمپاین جمع‌آوری معتادان بی سرپناه در کابل در آستانه فصل سرما و در اوج نگرانی‌ها از شیوع موج دوم ویروس کرونا از سر گرفته شده است. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که شمار معتادان بی سرپناه در کابل حدود 3 برابر بیشتر از ظرفیت مراکز ترک اعتیاد است. دسترسی مواد مخدر از بین ببریم، قاچاقگرای خرد و کوچک و بزرگ را از یاد دستگیر شوند، مواد دسترس نباشه، همین از یاد تاثیرگذار است که باعث از این میشه که وقتی کسایی را که ما تداوی میکنیم رو به مواد مخدر تعداد معدودی از وارو بیارن. امروز نیز 150 معتاد بی سرپناه از منطقه کارتنو شهر کابل جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد انتقال داده شدند. نتیجه جمع‌آوری میده، ولی به این شرط که کسی خودشون تصمیم داشته باشه. اگه تصمیم نداشته باشه، ما خودمون چندین بار همین تو 1 سالم بس کردیم. بعد از 1 سالم هیچ مشکلی نمیداشتیم. بعد از اون دیگه خودمون اومدیم شروع کردیم. اولا ما را یک دفعه گرفتن بردن، وسایلای ما در دادن. نه دولت نگاه ما میکنه، نه قوم، هیچ کسی کوی نداره. اکثر این معتادان بی سرپناه به شفاخانه هزار بستر ابن سینا انتقال داده شدند. مسئولان این شفاخانه میگویند که ظرفیت پذیرش معتادان را 10% افزایش دادند. بر علاوه ظرفیت های فعلی خود کوشش داریم که تقریبا در حدود 10% بیشتر از ظرفیت های فعلی خود ما مراجعین داشته باشیم. و در پالوی ازی شما میفهمید که ما تقریبا در حدود 20 مرکز دیگه هم در کابل داریم که آمادگی مثل شفاخانه هزار بستر به خاطر پذیرایی مریضا دارد. کمپاین جمع‌آوری معتادان بی سرپناه حدود 10 روز پیش آغاز شده است. در چارچوب این کمپاین تا کنون 550 معتاد جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد انتقال داده شدند. در حالی که تعداد معتادان بی سرپناه هر روز رو به افزایش است و معتادین همچنان میگن که با فرارسیدن فصل سرما مرگ و میر معتادان نیز در حال افزایش است. معصومه بهار، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، منبع اخبار موثق و گزارش های جامع. دوستا، برنامه داری در همینجا به پایان میرسه، اما مثل که همیشه یادآور میشیم نشرات ما در صفحات اجتماعی با زبانهای دری و پشتو قابل دسترس است. همچنان البته زبان‌های پشتو و دری در صفحات فیسبوک. وبسایت‌های ما را هم فراموش نکنین. آقای آشنا را همکارای تکنیکی با ما وصل کردن. نشرات ما در نیم ساعت بعدی با زبان پشتو ادامه پیدا میکنه. بدون شک آشنا صاحب میزبان شماست. آشنا صاحب، چه تازه های در برنامه شما گنجانیده شده؟ سیر جان، طول تا سلام و مهم خبر در افغانستان رسیده لده. ویلکیگی چه پا میدان وردگ ولایت که امریکایی پاو به بمبارد کرده او دیر وجنی لری، پا دیاره بانده کوشش کو چه مستقیم را پور لیدون کتاور کو. خطر طول و مخ که رازو در خبرونو لندیز ده. افغان
به هم ستړي مشي تاسو د امریکا غا کاشنا ټلویزیون خبري خبرونه ګوري په فیسبوک باندې هم ټول لیدونکو ته سلام رسومه په دې نیم ساعت